10,000 نفر در تظاهراتی در سرتاسر آمریکا در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ شرکت کردند. در بیش از 630 تجمع و راهپیمایی، معترضان از دولت آمریکا خواستند خانواده‌هایی که در مرز مکزیک از هم جدا شدند، بیهقی بازگردانده بشن. اقدام دولت آمریکا در جداسازی حدود 2,000 کودک و نوجوان از بزرگسالانی که همراه اونها غیرقانونی از مرز آمریکا عبور کرده بودند، اعتراض خیلی ها رو برانگیخته. از طرف دیگه، اعتراضات در نیوپارک با تجمع مردم در میدان تایمز نسبت به رفتار خشن و نژادپرستانه پلیس شدت گرفته و شعارهایی هم در این خصوص سر دادند. بر اساس این گزارشات، معترضان شعارهای گوناگونی از جمله نمیتوانم نفس بکشم رو سر میدند. و این هم طبق آخرین کلمات از اریک گارنر، سیاه‌پوست غیر مسلحی بود که اواسط جولای توسط یک مأمور سفیدپوست در نیوپارک به قتل رسید. یاران و همراهان عزیز، از برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شنبه است. سیومین روز از ماه می 2020 و با برنامه دیگر از گفته بود. با توجه به اعتراضات نژادپرستانه که اخیراً در آمریکا به وقوع پیوسته، سوالات بسیاری پیش آمده که برای این گفتمان ما دعوت کردیم از منیژه بدیعی، دکتر و استادیار روانشناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که در این بخش از برنامه همراه ما باشم. دعوت میکنم از خانم دکتر بدیعی که تصویر خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن تا در ادامه این گفتگو با ایشون همراه باشم. درود میفرستم خدمت شما. سپاسگزارم از حضورتون در این بخش از برنامه. خانم دکتر منیژه بدیعی، از شما دعوت میکنم قبل از اینکه بحث رو با شما شروع کنم، لطفاً ابتدا یک مختصری از خودتون رو برای بینندگان و شنوندگان عزیزی که امروز شاید برنامه شما رو میبینن با شما آشنا بشن، با سابقه و پیشینه شما، و ما بعد بپردازیم به سوالات این بخش از برنامه. بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. من اسوسییت پروفسور هستم تو کالیفرنیا استیت یونیورسیتی سان برناردینو و روانشناسم. تقریبا 10 سال دارم کلاینت میبینم، یعنی کارهای روانشناسی میکنم تقریبا کمی بیشتر از 10 سال. و کلاسایی که درس میدم در مورد چجوری بگم به فارسی، مثلا در مورد دایورسیتی هستن، مثلا کلاسایی که درس میدم در مورد مثلا ریس هستن، اثنیسیتی، مثلا جنسیت، جندر. کلاس هایی که درس میدم در مورد این ایدنتیتی های آدم هستن و برای همین فهم میکنم یک کمی در مورد این سوژه یک کمی نزدیک به چیزهایی که درس میدم. بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. لطفاً بفرمایید با توجه به اعتراضات اخیری که در آمریکا رخ داده، نظر شما به عنوان یک روانشناس نسبت به این اعتراضات چه هست خانم دکتر بدیعی؟ با توجه به اینکه آمریکا ادعای دموکراسی داره و یک حکومت دموکرات هست، نسبت به این مسئله دیدگاهتون چطوره؟ بفرمایید. خیلی ممنون. فکر میکنم مهمه برای این سوال یک کمی توضیح بدم در مورد تاریخ، برای اینکه درست میگین که آمریکا دموکراسی هست برای بعضیا، ولی از اول آمریکا آدمایی که آمریکا رو قوی کردن، درست کردن، آدمایی نبودن که آزاد بودن. سیاها تو آمریکا 400 سال سلیو بودن. slave یعنی برده بودن برای 400 سال.
و این خیلی اثر میذاره اول. بعد از اون، بعد از اینکه مثلا آزاد شدن، یه پست بهش میگن پست سلیوری بود، یعنی یه جورایی مثلا نمیتونست، هنوز آزاد نبودن، نمیتونستن مثلا یه جاهایی برن، اگه میرفتن مثلا خیلی خطرناک بود، یعنی هم خود سلیوری بود، هم مثلا 100 سال بعدش پست سلیوری، که حتی بعضی هم میگن هنوز تو اون دوره هستیم. و این خیلی اثر میذاره. مثلا تغییری که کردن، مثلا یه مثال دیگه بذارم در مورد یهودی ها تو هالوکاست، که اونا انقدر تراما داشتن که حتی بچه هاشون تراما دارن. یعنی اون تراما نمیدونم اگه کلمه داره تو فارسی، ولی تراما یه آسیب خیلی بزرگه که خیلی اثر میذاره. خیلی متاسفانه ایرانی ها خیلی این براشون پیش اومده، مثلا که بعد مثلا آدم میتونه خواب بعدش رو ببینه، یا مثلا فکر کنه که مثلا همون جا هست. اینجور آدم ها اینجوری میتونن تراما داشته باشن. ولی وقتی که ترامای خیلی بزرگه به یه گروه، اصلا میره توی دی ان ای آدم، یعنی میره تو، یعنی اون حتی بچه هاشون هم اون تراما ها رو دارن. یعنی نه یعنی مموریاشون، یعنی یادشون نیست مثل پدر مادرشون، ولی اون هم مثلا اون چیزهایی که مثلا خیلی شاید مثلا زود عصبی بشن، یا خیلی همیشه مواظبن، زیادی مواظبن، مثلا این به بچه هاشون پیش میاد. حالا اون هالوکاست مثلا 4-5 سال بود، ولی سلیوری 400 سال بود. یعنی این تراما واقعا، بعدش هم خب 100 سال دیگه از تراماهای دیگه، و هنوزم الان روز به روز سیاها خیلی نجات پرست هست تو زندگیشون، حتی اونایی که خیلی ادوکیتد هستن. مثلا من یکی از دوستام دکتره، یعنی خیلی هم دختر خوبیه، از بچگی من میشناسمش. میترسه که بچه پسر داشته باشه، سیاس میترسه، میگه من نمیخوام نگران باشم. هر وقت شوهرش میره بیرون میترسه، یعنی آزادیشون خیلی کمتره. و پلیس یکی از جورایی هست که هنوز آزاد نیستن کاملا. تو مدرسه ها آزاد نیستن، مثلا بچه هایی که سیاه هستن یا لاتینا هستن خیلی بیشتر تنبیه میشن، از کوچیکی سر میکنن تنبیهشون کنن تو یعنی بعد هی این بچه هی این احساس رو میکنه که من بدم، برای اینکه هی یه جوری رفتار میکنه، حتی وقتی که بچه هست. مثلا یکی بود به تامیر رایس بود، که یه سال پیش بود، 8 سالش بود که پلیس کشتنش. یعنی حتی اصلا نمیتونن بچه باشن، برای اینکه از کوچیکی آدم ها یه جوری میبیننشون که مثلا بدن یا ترسناکن و اینا. یعنی این چیزا خیلی خیلی اثر میذاره. و ولی این پلیس فقط یه تیکشه، یعنی تو سیاست، تو از نظر مالی، از نظر خیلی از نظرها سیاها خیلی تو، یعنی دموکراسی نیست برای سیاها، یعنی خیلی کمتر، یعنی شاید بتونی بگی هست، یعنی بیشتر از آدمای ایران دارن، درست، ولی دموکراسی کامل ندارن مثل سفیدا، دموکراسی کامل ندارن. و این پلیس یه چیز خیلی خشنه، یه جوری خیلی خشنه که این نجات پرستی وجود میاد. ولی اینا، این فقط یه، این اتفاق به خاطر فقط این اتفاق نیست، به خاطر فقط جورج فلوید نیست، به خاطر فقط یه نفر نیست، به خاطر این همه سیستمه که همه زندگیشون، که پدر مادرشون همشون انقدر ریسیزم بوده، انقدر نجات پرست بوده. حتی دکترا مثلا یه تحقیقای میکردن تو سیاها، مثلا 50 سال یه تحقیقای میکردن، بهش میگن تسکیگی سیفلس اکسپیرمنت، که هی بهش مریض میشدن، سیاها رو مریض بودن، بعد پنیسیلین، میدونستن که پنیسیلین اینو درست میکنه، بعد ندادن بهشون، میذاشتن بمیرن. این 50 سال دکترا این کارو میکردن. یعنی اگه دکترا دارن این کار رو بد میکنن، تو خب چجوری میتونید سیستم رو، چجوری میتونید بهش اعتماد بکنی؟ سو این پروتست ها
از یه فقط به خاطر این اتفاقا نیستن، ولی این اتفاقا دیگه یه آتیشی گذاشته تو آدم ها که دیگه بسته، دیگه بسته، دیگه نمیتونیم تموم کنیم. و خیلی نان وایلنت پروتست داشتن، مثلا تو آهنگا یه خیلی چیزهای نان وایلنت کردن که سعی کنن چیزها رو عوض کنن، ولی عوض نشده هنوز. So الان این پروتست ها دارن یه جوری دیگه دارن سعی میکنن اوکی، یا شاید میخوان خودشون رو اکسپرس کنن، شاید میخوان خودشون رو مثلا بگن که واقعا این درست نیست. به نظر من به عنوان یک کسی که بیرون هستم، من تجربه سیاه ها رو ندارم، من نمیتونم بهشون بگم درسته یا درست نیست کارتون، برای اینکه من نمیدونم چجوریه که 400 500 تا تراما داشته باشم تو بدنم و هر روز آدم های اینجوری با هم رفتار کنن که من یه کرمینال هستم، که من خطرناکم. ولی آره، یعنی فقط به خاطر ایران نیستن، ولی یه دلیلی داشتن که یه جورایی مثلا این دیگه بسته، دیگه اینو باید دیگه عوض بشه. ممنونم. خانم دکتر، لطفا بفرمایید ریشه نژاد پرستی از کجا ناشی میشه؟ به هر حال اونطوری که ما میدونیم نژاد پرستی یه چیز ممنوعی هست و ضد قانون بشر هست. این از کجا ناشی میشه و چه عواقبی رو برای انسانها به همراه داره؟ به هر حال انسانهایی که در کنار هم در این دهکده جهانی باید زندگی بکنن. بفرمایید. بله بله، سوال خوب. ببین، از اول خوب آدم ها که مثلا نمیدونم مثلا 200-300 سال پیش یه موقعیت بوده که میگن که اوکی، آدم ها خیلی از چیزهایی که آدم ها الان انجام میدیم از نظر روانی توی یه موقعیتی شروع شدن که بهش میگن ancestral environment. نمیدونم چجور ترنزل یه موقعیتی بوده که یه موقعیتی بوده، یعنی که مثلا 300 سال پیش، 400 سال پیش، که مثلا میتونیم بگیم که تو اون موقعیت خیلی از چیزهایی که الان میکنیم تو اون موقعیت شروع شده. یعنی نه اینجوری نیست که برای الان خوبن، ولی چون که تو این موقعیت بزرگ شدیم یه چیزهایی از اون، یعنی ایوالو کردیم که یه چیزهایی از اون داشته باشیم. خب این یه تیکشه که از اون موقع ما خطرناک بود که اگه یه کسی از بیرون از گروهمون میومد، خطرناک بود که اینو بذاریم بیاد تو، برای اینکه شاید مثلا میاد غذامون رو بگیره، شاید مثلا یه چیزایی میدونی مثلا شاید بدوزه. سو تو اون موقعیت بهتر بود که آدم فقط تو گروه خودش باشه. سو این یه تیکشه، این یه تیکشه. ولی الان خب این مشکل رو نداریم. الان خب میتونیم خیلی اطلاعات بیشتر داریم، اینجوری نیست که فقط با گروه خودمون. یعنی حتی اگه یه تیکه از اون موقعیت مونده، به نظر من به عنوان آدم ها ما باید سعی کنیم از این بیایم بیرون. این یه دلیلیشه. تو آمریکا هم این مشکل این بوده که هیچ وقت سیاه ها رو سفید ها که اومدن اینجا، من که اول خب سرخ پوست ها بودن و سفید ها که اومدن اینجا، سرخ پوست ها یا سیاه ها رو به عنوان آدم نمی دیدن، اصلا به عنوان آدم نمی دیدن، مثل حیوان می بینن. اگه مثلا چیز عکس ببینی از اون موقع، نه عکس، وقتی نقاشی اونا از اون موقع، مثل حیوان رفتار میکنن. یعنی از اول یه جورایی سفیدا تو موقع، خب البته خیلی از گروه های وقتی که قدرت میگیرن مثلا سعی میکنن اونایی که سعی میکنن مثلا رو بقیه وایسن که قدرتشون رو نگه دارن و اینا. سفیدا وقتی که یعنی این فقط سفیدا نیست، ولی سفیدای آمریکا که از اروپا اومدن، یعنی میخواستن که وقتی میخواستن کشور رو درست کنن اونجوری که میخواستن، سرخپوستا دیدن خب اینا مثلا مشکل برامون، میکشیمشون و اینا، ولی سیاها رو آوردن که کشور رو درست کنن. یعنی سیاها این کشور رو درست کردن بدون پول، بدون هیچی، و با
یعنی که آزادی نداشتن و خیلی هم ابیوز می شدن، شکنجه می خوردن و اینا. ولی این کشور رو درست کردن واقعا، یعنی کارهایی که میکردن واقعا کارهای بزرگی بود تو درست کردن این کشور، و کارهایی که مثلا وقتی که مثلا میتونستن تو مثلا ساینس علم باشن و اینا کارهای خیلی خوب میکردن. ولی یعنی با اینکه احتیاج داشتن سیاه ها رو که کشور رو درست کنن، بعدشون میومد. میدونی مثلا نمیتونستن اینجوری رفتار کنن باشون مگر اینکه بگن این آدم نیست، این مثل من نیست. اول اگه بگی مثلا این آدم نیست، این مثلا میتونی بگی خب من هر کاری میخوام میتونم با این آدم بکنم. یعنی به خاطر اینکه میخواستن کشور رو یه جوری درست کنن و میخواستن از اونا سوء استفاده کنن، میگفتن که یعنی یه جورایی به خودشون میگفتن که این آدم نیست، این آدم نیست. و همین الانم هم اینجوری هست. تو تحقیق کردن بهش میگن objectification، یعنی وقتی یه کسی رو به عنوان object میبینی، یعنی به عنوان یه چیزی میبینی به جای اینکه به عنوان آدم میبینی. آدم ها رو، آدم های سیاه رو به عنوان آدم کامل نمیبینن بعضیا. آدم های مثلا سرخ پوست و خانوما، یعنی بعضی گروه هایی که تو این کشور و کشورهای دیگه شاید، ولی تو این کشور یعنی ارزش زندگیشون میخوان بگن که کمتره. برای اینکه اگه بگن کمتره، نباید فکر کنن که او نمی باید من مثلا این کار رو میکردم، یا شاید خوب نبود مثلا من به خاطر نجات پرست من این کار رو گرفتم، ولی دوستم این کار رو نگرفت به خاطر نجات پرست. خب ولی اشکال یعنی یه جوری باید به خودت بگی که من بهترم، من به خاطر کار خودم اومدم اینجا. و اگه بگی که نه این نجات پرستی نیست و اینا، یعنی میتونی به خودت بگی که اوکی من واقعا کار کردم و من خوبم که اومدم اینجا. یعنی الان نجات پرستی ادامه میده به خاطر اینکه اون قدرتی که داریم که سیاه ها پایین ترن و سفید ها بالاترن، به خاطر اینکه الان قدرتشون رو نگه دارن، یعنی قدرتشون رو میخوان نگه دارن، برای همین نجات پرستی. و خیلی ها هستن که میگن که مثلا نجات پرستی، وقتی میگی این کلمه رو بعضی ها فکر میکنن مثلا کلو کلکس کلان، میدونی اون گروه هایی که خیلی اکستریمن، ولی خطرناک ترین نجات پرست اینا نیستن. خطرناک ترین نجات پرست ها سفید ها هستن که شاید فکر کنن که من خیلی خوبم، ولی وقتی که مثلا میبینن یه سیاه نجات پرست داره، مثلا اصلا کمکشون نمی کنن. اگه سفید یه کسی سیاه رو کمک کنه، چون که بیشتر قدرت داره، بیشتر به عنوان آدم میبیننش، خیلی میتونه کمک کنه. یا حتی کسایی که سیاه نیستن مثل من، یا یعنی ما میتونیم خیلی کمک کنیم به سیاه ها اگه این قدرت رو استفاده کنیم. برای اینکه چون که اونا کامل به عنوان آدم پلیس ها و خیلی ها نمی بینن، این اینه که خیلی خطرناکه. و مثلا این آدم ها فکر میکنن او من خیلی خوبم، من نجات پرست نیستم، ولی بعد دفاع نمی کنن. خب این آدم ها دارن ساکت میمونن و این ساکت بودن هی باعث میشه که این نجات پرست هی ادامه بده و قدرتشون رو نگه میدارن، قدرتشون رو حفظ میکنن. یعنی دلیل های مختلف داره، ولی اون دلیل های بزرگه. ولی تو همه کشورها واقعا من ندیدم کشوری که اینجوری نیست. هرچی آدم رنگ پوستش سفیدتر باشه، مثل که مثلا ارزشش بیشتره، و اینجا هم اینجوریه متاسفانه، و اینم یه تیکشه. بله بله، اتفاقا شما اشاره کردید به یه سری نکته هایی که جالبه روی این مبحث بیشتر بحث بکنیم. اینه که ارزش زندگی برای بعضی نژادها مثلا مثل سیاه‌پوست کمتر، حتی برای بعضی از قومیت ها مثلا قومیت های متفاوت کمتر، برای نیمی از جمعیت جهان که زنان تشکیل میدن اگر خوب بخوایم نگاه کنیم
حالا در کشورهای دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی ایران که شدتش به اوج خودش رسیده، کاملا مشهود هستش که زنان رو یک نصفه حساب میکنن، اصلا ارزش قائل نیستن. این ارزش گذاری ها از کجا ناشی شده خانم بدی؟ از کجا میاد این کلمات؟ این کلمات چه باری دارن؟ مثلا وقتی میگن سیاه پوست، وقتی میگن زن، وقتی میگن اون از یک ملیت دیگره، یا مثلا اون اعتقادش فرق میکنه، اون از یک نژاد دیگره، این از نژاد برتره، اون سفید پوست بهتره، این سیاه پوست بدتره، اینا رو، این میزان رو از کجا اومده؟ کی این سنگ بنا رو گذاشته؟ تاریخش به کجا برمیگرده؟ و آیا این رویکردها قابل اصلاح هست؟ یعنی میشه امیدوار بود که در جامعه بشری ما به یک نگرش انسانی برسیم یا خیر؟ بفهم. خب خیلی وقتی که آدما، همونجوری که میگفتم که آدما ترجیح میدن با آدمای مثل خودشون وقت داشته باشن، و این مثلا بگم مثلا شاید دو ست سال که اینجوری بود، یعنی وقتی که آدما میدونی مثلا خیلی ساده زندگی میکردن و مثلا تو بیرون زندگی میکردن، مثلا میباید فقط تو شهر خودشون باشن، یعنی این تو اون موقع خب خطرناک بود اگه کسی دیگه بیاد تو. یعنی خیلی وقته که آدم ها اینو دارن که مثلا گروه خودم راحت ترن باشون. اما این اینه که میگی، خب این به نظرم بستگی داره که کدوم کشور رو میگی آخه، برای اینکه خب نمیدونم مثلا بعضی کشور نمیدونم چقدر، مثلا تو هند که کست دارن، خب فکر میکنم آدمایی که پوستشون سفیدتره بالاترن تو کست، تو سیستمشون، نه؟ یعنی بسیاری داره، خب نمیدونم اون مثلا چند وقته که اینجوریه، ولی تو آمریکا بگم از اولش اینجوری بوده که یعنی این طرز فکر اینجوری بوده. نمیدونم اگه سوالاتتون رو دارم درست جواب میدم، ولی کلا من میخواستم بدونم قدمت این طرز تفکر از کجا میاد، ریشهش از کجا میاد، و آیا به نظر شما راهکاری وجود داره که به یک اشتراک رسیده بشه، یا مثلا بخواد ریشه های این باورهای غلط رو اصلاح کرد یا بشه از نو ساخت؟ چون شما در گفته های خودتون به نظرم اینطوری رسیده بودید که هر شخصی باید به این باورمندی شخصی خودش برسه. آیا به نظرتون فقط شخص به باورمندی خودش برسه؟ مثلا اگر یک انسان رنگین پوست بخواد به خودش این اعتقاد رو بقبولونه که من آزادی دارم، من دموکراسی دارم، ولی در جامعه‌ای باشه که این حق رو ازش گرفته، پس بنابراین اون کفایت رو نمی‌کنه که یه شخص فقط با اعتماد به نفسی که به خودش میده بتونه زندگی اجتماعیش رو داشته باشه. متوجهید؟ پس اون قوانینی که حاکم هست در جامعه، مثل قوانین تبعیض آمیزی که در آمریکا علیه رنگین پوستان وجود داره که الان مورد اعتراض گروه های حقوق بشری هم هست، چطور میشه این قوانین اجتماعی رو تغییر داد؟ یا خود فرد چقدر میتونه؟ بله، فکر کنم متوجه شدم. ریشش، اول بگم که ریشش خیلی ریشه بزرگش قدرته. یعنی از اول خب سفیدا اومدن میخواستن قدرت بگیرن اینجا و خشن بودن که قدرت بگیرن، میخواستن هی آمریکا رو بزرگتر بکنن. مثلا اول فقط تو یه تیکه آمریکا بودن و هی میخواستن بزرگتر بشن، هی سعی کردن خیلی جارو کانکر کنن، و تو این کانکر خب نمیتونی این کارو بکنی مگر اینکه به خودت بگی که اینا آدم نیستن، این سرخپوستا اینا آدم نیستن. یعنی این یه جورایی شاید این لازم باشه اگه میخوای قدرت بگیری، و یعنی بیشتر قدرت بگیری،
و ابیوز کنی آدم ها رو که این قدرت رو بگیری، شاید لازم باشه که به خودت بگی که اینا آدم نیستن. یعنی مغز خودش این کار رو میکنه، مغز خودش این کار رو میکنه، برای اینکه مغزمون دوست نداره وقتی که یه چیزی مثلا یه چیزی فکر کنیم و یه کسی بگه که این درست نیست، مغزمون یه جورایی بلاکش میکنه. سو یه جورایی مغز سعی میکنه خودش رو آروم نگه داره، یعنی یه جورای اتوماتیکه که مثلا به خودت میگی که اوکی اشکال نداره، اشکال نداره، که یعنی خودت راحت باشی. ولی یعنی این یه دلیلشه. ولی از نظر که چه کار بکنیم، خب به نظر من هر وقت اکتیویزم هست، اون گروهی که باید گوش بدیم به اون گروهی که بیشتر از همه داره اثر میذاره روشون. مثلا ایران، من نمیتونم به عنوان یک کسی که آمریکا زندگی کردم تقریبا همه زندگی، بگم به ایرانی ها چجوری اکتیویزم انجام بدم. نه، من این خیلی، چرا من این کارو بکنم؟ من اصلا درست نیست. به نظر من باید گوش بدیم به سیاها، که اول از همه باید گوش بدیم، باید واقعا قلبمون رو باز کنیم، گوش بدیم، نه فقط وقتی که این پلیس جریان میاد، ولی به داستاناشون، به چجوری زندگی کردن به عنوان یک کسی سیاه تو آمریکا. اگه گوش بدین شاید خیلی ها شوکه بشن که چجوری زندگیشون چقدر فرق میکنه. من نژاد پرست به عنوان یه ایرانی تو آمریکا داشتم، به من پیش اومده، ولی من تجربه خیلی نزدیکتر و یه آدم سفیده به نظر من تا یه آدم سیاه. یعنی نژاد پرستی هایی که اونا میبینن خیلی بیشتره. یعنی اول باید گوش بدیم و باید این امپاتی داشته باشیم، یعنی بگیم که این آدم مثل منه و من میخوام گوش بدم، مثل آدم، مثل برادرم، مثل دوستم. میدونی مثلا من اینو به عنوان مثل خودم، اینو باید به خودمون یه جورایی باید به خودمون بگیم و اینو سعی کنیم اون چیزایی که یاد گرفتیم که مثلا شاید سیاها بدن و مکزیکیا بدن و اینا، این چیزها رو باید سعی کنیم بیاریم بیرون. برای خب خیلی هم میگن ایرانی هم بدن، یعنی اینجوری نیست که مثلا این خیلی مهمه. و از نظر چه باید پیش بیاد تو آدم ها، این باید پیش بیاد تو آدم هایی که سیاه نیستن، که واقعا وایسیم با آدم های سیاه، گوش بدیم بهشون. و ما وایسیم وقتی که میبینیم نجات پرست پیش میاد، ما ایم که باید وایسیم بگیم نه، برای اینکه اگه اون آدم سیاه وای بسه شاید بکشنش. یعنی ما باید وایسیم. مثلا یه چیزی که خیلی قشنگ بود، یه عکسی بود که دیدم دیروز، یه پروتست بود تو آمریکا که پروتست بود برای همین جورج فلوید و اینا، و یه دیوار درست کرده بودن، آدمای سفید یه دیوار درست کرده بودن جلوی، یعنی بین پلیس و بین پروتسترهای سیاه، که بگن ما اینجا وایسادیم با هم، اگه میخوای اینا رو اذیت کنیم باید نه باید با ما باید اول ما رو یعنی جدا کنیم. و دستاشون رو گرفته بودن، یعنی یه دیوار درست کرده بودن. و یعنی این خیلی کار بزرگی بود. مثلا بزنس هایی که سیاها دارن، مثلا اونا رو میتونیم سپورت کنیم، بزنس هایی که سیاه دارن، دوستایی که داریم تو زندگیمون که سیان، احوالشون رو بپرسیم، مثلا بهشون زنگ بزنیم، بهشون حرف بزنیم، بهشون گوش بدیم، بگیم تجربتون چیه، به من بگو، باشون گیه کنیم، میدونی، یعنی باشون، یعنی نه که مثلا اونا ما رو سعی کنن راحت کنن، ولی یعنی باشون، یعنی گوش بدیم. و این به انگلیسی میگن امپاتی، یعنی وقتی که یه احساس آدم رو، خودت اون احساس رو داری به خاطر اینکه یه آدم دیگه داره مثلا ناراحته و اینجوری ناراحتیش، تو ناراحتیش هستی. این کشور باید خیلی هیل بکنه. هیل نمیدونم ترجمهش چیه. هیل متوجه این هیل چیه؟ درمان. درمان.
این کشور با خیلی درمان احتیاج داره، یعنی برای سیاها، برای سفیدا، و میدونی سفیدا هم عدس میدن یه چیزی وقتی که سیستم اینجوریه. میدونی چی؟ این امپاتی که این بگی یه آدم رو ببینی که این آدم ناراحته و نمیتونی ناراحت باشی براش چون که نمیبینیش به عنوان آدم، این خب یه تیکه انسان تو عدس میدی. برای اینکه باید خودتو بهش یه اصطلاحی هست که وقتی یه قدرت داری که یه کسی دیگه نداره بهش میگن privilege. مثلا یه قدرت داری، مثلا سفیدا خیلی قدرت دارن که سیاها ندارن، وقتی که اینو داری این نمیتونی ببینی که اینو داری و یه جورایی باید خودتو نام بکنی، بیهست بکنی. سو یه چیزی از خودت عدس میدی. یعنی این سیستم برای همه بده ولی برای سیاها از همه، به نظر من سیاها و سرخپوستا خیلی بده و الان خیلی از مکزیکی و لاتینا خیلی اونا هم سخته براشون، ولی به نظر من هم باید خودمون تو خودمون عوض بشیم، هم باید آدما حرف بزنن که بگن این درست نیست. هرچی بیشتر آدما حرف بزنن، مثلا این پروتست هایی که پیش اومده، این پلیسا رو گفتن که اوکی این پلیسا رو میخوام ببینیم اگه شاید مثلا بهتر کار نکنن و اینا. یعنی شروع کردن به خاطر این پروتست ها و الان که اینقدر توجه شده، الان بیشتر توجه شده و پلیسا رو دارن بیشتر دارن میگن که او این خوب نیست. و خیلی از پلیسا حتی تو تکساس که یه جای خیلی کنسرواتیو، تکساس مثلا تکساس یه جایی هست که خیلی پلیسه، یعنی پلیس خیلی دوست داره اینا، ولی حتی پلیسای تکساس دارن میگن که این درست نیست. یعنی پلیسای همه آمریکا دارن میگن که این درست نبود این کارش و ما میگیم این درست نیست. هرچی بیشتر آدم ها هی صداشون رو استفاده کنن، قدرتشون رو استفاده کنن که بگن این درست نیست، این چیزها رو عوض میکنه. و یه لیست خیلی خوب دارم که 75 راهی هست که میتونی کمک کنی و اینو میتونم بفرستم براتون که میتونین رو وبسایت بذاری، ولی برای اینکه خیلی لیست خوبیه، برای اینکه چیزای خیلی دقیق میگه که چه چیزایی میتونی بکنی که اگه میخوای کمک کنی. بسیار عالی هست، ممنونم از توضیحات شما. کم کم به دقایق پایانی برنامه‌مون میرسیم. خانم دکتر منیژه بدیعی عزیز، به عنوان، حالا با توجه به اینکه ما صحبتامون در ارتباط با اعتراضات بود به مسئله نژادپرستانه در آمریکا، حالا به عنوان آخرین رویکرد، به عنوان آخرین توصیه، ببینید شما به مسئله اشاره کردید که مربوط میشد به اینه که خود آدم ها در خودشون باید کار بکنن تا بتونن پذیرا و اینکه بتونن همگرایی و همصدایی رو در خودشون تقویت بکنن. به یک نمونه اشاره کردید در اعتراضی که بوده، سفیدپوستا تونستن یک سد دفاعی بسازن جلوی پلیس و کسایی که رنگین پوست بودن و این خودش یک حرکت نمادین از یک گروهی که به انسانیت اعتقاد دارند و اینکه به این رشد عقلانی و آگاهی مردم رسیدن. برای اینکه بشه قوانین جامعه رو مجاب کرد که تبعیض‌ها رو از بین ببرن و قوانین انسانی جایگزینش باشه، چقدر مردم میتونن به قدرت خودشون قوت بیشتری بدن و این چقدر میتونه یک الگو باشه برای سایر کشورها، برای هر جایی که مردم یک پیشتاز باشن، یک گام رو بردارن برای از میان برداشتن یک مسئله، اون میتونه کمک کننده باشه برای سایر ملت‌ها، میتونه الگو باشه. پس شما الان فرمودید یک لیستی رو دارید، میتونید نمونه ای از همون نکته‌ای که در اون لیست مهمه، اونی که مهمتر از هم است، به عنوان آخرین توصیه‌تون
در اینجا به کار ببرید و بگید به عنوان توصیه که چقدر ملت‌ها، چقدر مردم میتونن به خودشون بقبولونن که با هم بودنشون، هم صدا بودنشون میتونه حاکمیت رو تغییر بده، میتونه قوانین رو تغییر بده، میتونه اون چیزی باشه که خودشون میخوان. به نظر آخه لیست مثلا یه چیزایی نوشته مثلا تو پلیس خودتون، تو شهر خودتون مثلا میتونین، اگه تو آمریکا هستین مثلا میتونین ببینید پالیسی هاشون چیان، مثلا میتونی مثلا مطمئن، مثلا میتونی یه جورایی سپورت کنی بیزنس ها. این چیزا خب خیلی چیزای خوب هست. نمیدونم اگه یه چیزی مهمتر از چیزی دیگه است. به نظر من مهمترین چیز برای مهمترین نقطه این پروسه اینه که باید آدم باز باشه. باید آدم باز باشه برای اینکه هیچ کس اینو اگه تو این اگه البته من فقط برای آدمایی که تو آمریکا بزرگ شدن، برای اینکه من نمیدونم چه جوری جای دیگه، ولی اگه تو آمریکا بزرگ شدی این تو فیملا تو یا حتی اگه اینجا چند سال زندگی کنین یا حتی اگه خیلی فیلمای آمریکایی دیدین، مثلا تو ایران خب خیلی فیلم‌ها می‌بینن بعضی وقتا و مثلا حتی اگه فیلم‌ها رو می‌بینین با اینا خب میگن که مثلا سیاه‌ها خوب نیستن، مثلا یه جوری خیلی خوب نشون نمیدن و اینا. سو این طرز فکر که مثلا سیاه از مثلا خوب نیست یا اینا خیلی سخته که آدم نداشته باشه. یعنی خیلی مثلا بعضی میگن نه من اصلا نجات پرست نیستم. به نظر من اونا بدترن اتفاقا، برای اینکه هممون یک کمی نجات پرستیم هممون. یعنی به نظر من مهمترین چیز اینه که اینو بدونیم که هممون یه تیکایی داریم که نجات پرستن و مهم این نیست. مهم یعنی این باعث نمیشه که آدم بد هستیم، ولی باعث یعنی اینو باید بدونیم که اینو بفهمیم تو خودمون که وقتی که با آدما بتونیم مثل آدم ببینیمشون. یعنی به نظر من مهمترین چیز اینه که به خودمون نگاه کنیم و به خودمون واقعا کارم خیلی سخته بعضی وقتا، مثلا هیچ کس نمیخواد بدونه در مورد خودش که او من فکر نمی‌کنم این گروه خوبه، مثلا چیز خوبی یعنی فکر خوبی نیست، ولی این شاید خیلی سخت باشه. ولی این مثلا شاید آدم ها یه احساسی بکنن که او چرا مثلا اینجوری ناراحت بشن. مثلا یه مثالی دارم که در مورد این نیست ولی یه کمی نزدیک اینه که من وقتی که رفتم ایران، من خب تو ایران بچه بودم وقتی که از ایران اومدم بیرون و وقتی که 25 سالم بود رفتم ایران و من فکر کردم که من خودم رو به عنوان ایرانی میدیدم، ولی پسرم هم میگفت نه تو ایرانی، آمریکایی هستی. و من که اونجا که بودم دیدم که آره کاملا درست میگه، من نمیتونم. و من احساس خیلی وقتی که فهمیدم که پسرمم که هم سن منه ولی نمیتونه، من پاسپورت آمریکایی که دارم میتونم هر کشوری برم، ولی پسرم هم که مثل قلب خودمه اون موقع هیچ جا نمیتونست بره. خب من این احساس خوبی نبود که من بدونم که من این قدرت رو دارم که اون نداره، به خاطر هیچ کار من نبود. خب این احساس خوبی نیست وقتی که اینو بدونی، یعنی بدونی که مثلا او آره من این کار خوب دارم، ولی شاید به خاطر اینکه یه سیاه این کار رو نگرفت. مثلا اینا رو شاید آدم نمیخواد به خودش بگه، ولی باید قلب باز و مغز باز داشته باشیم و بدونیم که اگه فیلم ببینیم و آهنگ و اینا، مثلا خیلی بعید میدونم که این طرز فکر رو نداشته باشیم. شاید سیاه نباشه ولی شاید یه گروه دیگه باشه. یعنی اینو باید خیلی باز باشیم و اینو به خودمون واقعا اجازه بدیم و واقعا گوش بدیم. وقتی که میخوام در مورد نژاد پرستی سیاه بدونیم، از یه سفید نمیپرسیم، از یه سیاه میپرسیم که شما تجربتون چجوری بوده. یعنی به نظر من این گوش دادن و این باز بودن
از همه مهمتره و بعد اگه اینا رو داشته باشی یه کارایی هم هست که میتونم، یعنی این واقعا یه چیز زندگیه، یعنی این چیزی نیست که مثلا یه هفته دو هفته آدم یاد بگیره. من هنوز من وقتی 18 سالم بود با هم اتاقم تو دانشگاه سیاه بود، من 3 سال باش زندگی کردم، الان یکی از بهترین دوستامه و من واقعا یاد گرفتم از اون و دوستای سیام که اون موقع بودن و هنوزم دارم یاد میگیرم. یعنی اون تقریبا 20 سال پیش بود و من، ولی من هنوز دارم یاد میگیرم و یعنی 12 سال پیش ببخشید، نه 20 سال پیش، ولی هنوز دارم یاد میگیرم. یعنی باید همیشه یاد بگیریم، همیشه گوش بدیم و واقعا وقتی که میتونیم صدامون رو استفاده کنیم وقتی یه چیزی درست نیست. بسیار ممنونم از شما خانم دکتر بدیع عزیز از همراهیتون در این برنامه. اما حالا با اجازه خودتون در دقایق پایانی دلایل تغییر آرایش موتون رو البته بر من گفتید، چون دلایل بسیار جالبی بود و در واقع یه جور تاب و شکنی بود برای من، این رو مایلم دوباره از شما بپرسم و حالا در عرض 1-2 دقیقه باقی مانده اون دلایل مهمی که شما این کار رو کردید، چون این مسئله بر میگرده به بعضی از باورها، بعضی از تابوهایی که در ذهن بعضی ها هست و باهاش زندگی کردن، اما میشه اونها رو تغییر داد، میشه از خودمون شروع کرد. اینو لطفاً برای شنوندگان بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله حتما، مرسی. اولا که خیلی راحته الان که تابستونه و خیلی راحته اینجوری مو داشتن، ولی دلیل های بزرگترم هست. یعنی به نظر من خیلی از کوچیکی من و خیلی دخترهای دیگه به همه آدم ها بهم گفتن چه کار بکن با موهات، چه کار کن با لباسات و ظاهر، یعنی ظاهر دختر و خانم خیلی همیشه مهم بوده و همیشه خیلی ها میگن که یه جوری خاصی باید باشی، مثلا و تو فرهنگ ایرانی میگن زنونه هست که موهای بلند داشته باشی و به نظر من چرا اینجوری باید باشه؟ چرا مثلا زنونه هست که موهای بلند باشه؟ یعنی چرا اینجوری باید باشه؟ و من اتفاقا من فکر میکنم که آدمایی که مثلا من خیلی برام بزرگ بودن که میشه پدر مادر خودم، مثلا شاید بعضی وقتا میخوام یه خصوصیات مادرم رو داشته باشم، شاید بعضی وقتا یه چیزای بابام رو داشته باشم، بابام که انقدر برای من آدم بزرگی هست، شاید میخوام موهام مثل بابام باشه بیشتر. خب چرا مثلا این یه چیزی بد باشه، یا چرا بگیم که این مثلا زن نیستی دیگه به خاطر اینکه موهات اینجوریه؟ به نظر من میخوام من و این طرز فکری که باید موهات یه جوری باشه، باید ظاهرت یه جوری باشه. الان من جدیداً 40 سالم شد، یعنی 40 سال تو این زندگی هستم و دیگه یه جای تو زندگیم رسیدم که واقعا مهم نیست برای من که بقیه چجوری منو ظاهرم رو میبینن. برای من مهم اینه که توجه کنن به کلمایی که دارم میگم، که توجه کنن که به اطلاعاتی که دارم بهشون میگم. یعنی به نظر من موهام نباید یه چیزی باشه که آدما باهم حرف بزنن یا نه، یا مثلا بگن که این حرفش درسته یا نه. به نظر من حرفام چیزی که خیلی مهمن. و یه چیزی دیگه هست که من به نظرم الان که ویروس هم هست، ویروس که هست خب یه کمی میخوام کمتر سلمونی برم و اینا، سو اینم یه جورایی مثلا راحت تر میشه. ولی کلن میخواستم به خودم بگم و به دنیا بگم که این موی منه، که مهم نیست که شما چی فکر میکنین در موی من، این موی منه. و حتی اگه یک کسی موهای منو ببینه و راحت نیست، یا مثلا بگه چرا این کار رو کرده، مثلا یه جوری بدی بگه، مثلا یه جوری فکر بدی بکنه، به نظر من اتفاقا اینم یه چیز خوبیه، برای اینکه بعد امیدوارم که اون آدم
شاید به خودش فکر کنه که آه خب چرا من مثلا اینو فکر کنم، یا چرا مثلا من منیجر رو یه جوری دیگه میبینم، وقتی با اینکه مثلا شاید یه چند سال منیجر رو میشناسم ولی الان که موهاشو کوتاه کرد چرا مثلا راحت نیستم. مثلا دوست دارم که اون آدم یه جوری فکر کنه در مورد این، یعنی این چالش میکنم، این طرز فکری که موها مال بقیه است، این موها مال منه، ولی اگه شما یه مشکل داشتین خودتون فکر کنید در مورد این مشکل، برای اینکه برای من مهم نیست اگه مشکل دارید. یعنی این دلیلایی بودن که موهامو زدم. بسیار ممنونم، دلایلتون بسیار منطقی و پرمحتوا هست و امیدواریم که برحال هممون به این آزادی و رهایی برسیم و بدونیم ارزش‌های واقعی چه هست، به ارزش‌های واقعی فکر بکنیم. امید که یک روزی هر موضوعی که باعث تبعیض بین انسان‌ها میشه از بین بره. سپاسگزاری می‌کنم بی نهایت از حضور شما دکتر منیژه بدیع عزیز، از اینکه وقت گذاشتید امروز در برنامه فراستو، گفتمان فراستو با ما همراه بودید. من به پایان این زمان از برنامه رسیدیم و توجه تمام شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزارم. ما شنبه ها برنامه گفتمان رو داریم، از برنامه فراستوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. موضوع این برنامه در ارتباط با اعتراضات اخیر در آمریکا بوده، موضوع تبعیض و نژادپرستی که دعوت کرده بودیم از خانم دکتر منیژه بدیعی، استادیار دانشگاه و روانشناس، و استفاده کردیم از صحبت‌هاشون و بحث‌های روانشناسانه‌شون در این ارتباط. من تا برنامه دیگر با حضور خانم دکتر بدیعی همه شما رو به روزهای خوش و اوقاتی پر از سلامتی میسپارم. تا برنامه دیگر پایدار و سربلند باشید.